جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مراسم معرفی تعداد دیگری از اعضای تیم اقتصادی دولتش که روز جمعه برگزار شد وعده داد که با اکثریت دموکرات در کنگره مردم کشور در آینده نزدیک کمک 2000 دلاری دو دریافت کنند گزارش از فرهاد پولادی در این باره آقای بایدن با مخاطب قرار دادن اعضای کنگره در مجالس سنا و نمایندگان که از دو هفته دیگر با اکثریت دموکرات اداره خواهند شد به مردم آمریکا وعده داد که کمک مالی 2000 دو دلاری در راه است. خانواده ها و مشاغل خرد به دریافت کمک مالی مستقیم نیاز دارند. بنابراین باید کار را تمام کرد و کمک مالی 2000 دو هزار دلاری را پرداخت کرد. کمک مالی 600 دلاری اصلا کافی نبود زیرا خانواده ها باید بین سیر کردن شکمشان یا پرداخت اجاره خانه و پول برق یکی را انتخاب می کردن. او همچنین گفت که امیدوار است کنگره حداقل دستمزد را به 15 دلار در ساعت در سراسر آمریکا محقق کند. آقای بایدن با اشاره به جدیدترین آمار بیکاری در کشور که نرخ بیکاری را 6.7 درصد نشان می‌دهد گفت این رقم نشان از ادامه تاثیر همگیری کرونا در اقتصاد کشور است در این مراسم آقای بایدن خانم جینا روماندو فرماندار ایالت رود آیلند را برای احراز سمت وزیر بازرگانی و آقای مارتی والش شهردار شهر باستن را برای احراز سمت وزیر کار معرفی کرد فرهاد پولادی صدای آمریکا